سلام بر شما، به صفحه دوی آخر هفته خوش آمدید. این هفته صحنه سیاسی ایران شاهد یک همگرایی بی سابقه بین طیف‌های سیاسی این کشور بود. در مخالفت با اعدام 3 نفر از معترضان آبان، بسیاری از طیف‌های سیاسی، فرهنگی و حتی ورزشی ایران در کنار هم قرار گرفتند و گفتند اعدام نکنید. اعدامی که به اعتقاد بسیاری تلاشی بود از جانب حاکمیت برای ترساندن مردم، ناشی از ترس حاکمیت از شروع شورش‌ها و خیزش‌های اعتراضی احتمالی. جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون با بحران روبروست. بیکاری، تورم، فساد و ناکارآمدی به اعتقاد ناظران جامعه را هر لحظه به نقطه جوش نزدیک‌تر می‌کند. بسیاری از کارشناسان درباره احتمال فروپاشی سیاسی و اجتماعی هشدار دادند و زنگ خطر را به صدا درآوردند. اما آیا جمهوری اسلامی صدای زنگ خطر را شنیده؟ اراده یا برنامه‌ای برای بازگشت از این مسیر خطرناک وجود دارد؟ در برنامه امشب در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با قاسم شله‌سعدی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان که از تهران با ماست، ملیحه محمدی، تحلیلگر و فعال سیاسی از برلین، و مهدی خلجی، تحلیلگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه که از واشنگتن به ما پیوستند. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه. اجازه بدید که گفتگو رو با آقای شله‌سعدی شروع بکنیم که در داخل ایران هستند. آقای شله‌سعدی، بسیاری از تحلیلگران خارج از ایران برداشتشون اینه که بحران و بنبست داره به یک مرحله خطرناک میرسه. آیا این احساسی هست که شما هم که در داخل ایران هستید دارید؟ قطعا اینجور هست. اولا درود میفرستم به شما و به بینندگانتون. قطعا اینجور هست. بارها از من نقل قول کردن که گفتم صدای شکستن استخوان‌های جمهوری اسلامی ایران رو شنیده ام، همونطور که آقای خمینی به گورباچف نامه نوشت و صدای شکستن استخوان‌های کمونیسم رو یادآور ایشون کرد. و واقعیت این است که جامعه ما در یک حالت التهاب و انتظار به سر میبره و هر روز هم فشارها زیادتر میشه و خود حکومت چیا هم این پیشبینی رو کرده اند. مثلا از قول آقای روحانی نقل شد که گفته اگر ما مردم رو دعوت کنیم که در خانه ها بمانند و قرنطینه باشند و کسب و کار رو از سر نگیرند، بعد از یه مدت کمی اون وقت 30 میلیون گرسنه میاد توی خیابون و ما باید با اونا درگیر بشیم، و اگر در خانه ها نمانن و کسب و کار رو از نو شروع کنن 2 میلیون آدم کشته میشه، که الان من پیش بینی اینه که هم 2 میلیون کشته میشه با این آماری که این روزا هم 3 رقمی دوباره شده. تازه این آمار واقعی نیست و به هر حال من پیش بینی اینه که هم 2 میلیون رو میکشن و هم اون 30 میلیون به زودی به خیابان ها خواهند آمد. به همین دلیل هم بود که من علیه شخص رئیس جمهور و دولت به اتهام قتل شهروندان اعلان جرم کردم در دادگستری، چون اینها این ویروس رو که کشنده بود رو کتمان کردن علارغم اینکه اطلاع داشتند، به خاطر اینکه مردم رو بکشنن پای صندوق های رای، و نتیجهش این وضع اسفبار کرونا هست که الان در ایران شما میبینید. من اسم این رو میذارم قتل، و قاتل کسانی هستن که یک واقعیت تلخ رو از ملت ایران کتمان کردن به خاطر حضورشون در پای صندوق های رای، در حالی که این مجلس رو میشد به تاخیر هم بندازن انتخاباتش رو. لذا بعد مقامات هم معتقدن که در ماه‌های آینده این التهاب و در واقع شورش گرسنگان محقق خواهد شد و اصلاح‌ناپذیر. خانم محمدی، شما ارزیابیتون چی هست از شرایط موجود؟ ارزیابی من اینه که نه تنها در ایران، در همه جهان این وضعیتی که هم سرنوشت کرده مردم دنیا رو و این بحران اقتصادی که به همه جهان تحمیل میشه، الان فقط در ماه اپریل 55 میلیارد یورو هزینه، یعنی زیان اقتصاد آلمان بوده فقط در یک ماه. این هم سرنوشتی رو باعث میشه که در کشورهای کوچکتر و کشورهایی که بحران
دارن مثل ایران احتیاط بیشتری کلا از جانب حکومت و از جانب مردم در نوع درخواست هاشون صورت بگیره. برخلاف آقای شورسدی من معتقدم نه 2 میلیون کشته میشن، هرگز چنین اتفاقی نمیفته، نه 30 میلیون به خیابون ها میان، به ویژه که مردم ایران همیشه نشون دادن که محتاطن، شرایط جنگ رو میفهمن، شرایط بحران رو میفهمن. این که میگم به معنی نیست که جریاناتی رویدادهایی مثل دی ماه و بهمن آبان پیش نمیاد، این نشانه زنده بودن یک جامعه است، قطعا پیش میاد و این طور نیست که حکومت درگیر نمیشه، قطعا درگیر میشه. اما در مجموع اون همگرایی، از واژه استفاده میکنم که شما در مورد این به صلاح خیزش ضد اعدام به درستی اشاره کردی، یک نوعی از همگرایی هم بین جناح‌های مختلف حکومت وجود داره. یعنی الان وقتی به جامعه ایران نگاه می‌کنیم، چرا اون اتفاقات خطرناک نمی‌افته؟ چرا اون تصویر خیلی خشنی که آقای چلسدی میگن به نظر من واقعی نیست؟ برای که وقتی به جامعه ایران نگاه می‌کنیم، نمی‌بینیم یک اپوزیسیون قدرتمند رو که قادر باشه در شرایط معین تحت خواستهای مشخص و با مدت معلوم بیاد و یک رویارویی جهتدار رو بین مردم و حکومت بتونه ترتیب بده، حتی در سطح مثلا جنبش 88، و نه درون حکومت علارغم اینکه این حکومت یک دست نیست، تقسیم قوا به نوعی هست که ما فکر کنیم که بخشی از حکومت در مقابل بخش دیگه نیسته تحت تاثیر بحرانی که وجود داره. این بحران در اقتصاد فقط نیست، در بحران فرهنگی، سیاسی، و من فکر میکنم که نه تنها در ایران، در همه دنیا. ولی شما نگاه کنید به همین روزهای تلخی که هست، که اخبار سیاسی، اخبار رویدادهای سیاسی حتی در منطقه‌ای مثل خاورمیانه تحت تاثیر قرار گرفته و از تیتر اول اخبار خارج شده و مسئله اصلی بحران اقتصادی و بحران کرونا است. آقای خلجی، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حضور 30 میلیونی در خیابانها رو شاهدش خواهیم بود یا در فقدان اپوزیسیون سازمان یافته چنین اتفاقی نخواهد افتاد؟ من هم خیلی خوشبین نیستم به اینکه انقلاب به مفهومی که حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها بتونه به وجود بیاد و حکومت رو تغییر بده در آینده نزدیک، و اساساً در شرایطی که ما هستیم در قرن 21 انقلاب‌های شبیه قرن 20 بشه به وجود بیاد. ببینید، جمهوری اسلامی با بحران‌های متعددی مواجه هست. هر کدوم از این بحران‌ها به خودی خود برای نابود کردن یک نظام سیاسی کافی هستند. اما شاید خوب باشه به یاد بیاریم اون چیزی رو که مورخان گفتن، مثلا درباره فروپاشی امپراتوری روم. خیلی از مورخان سوال می‌کنن که چرا امپراتوری روم فرو پاشید؟ اما برخی از مورخان مثلا مثل کریستوف مایر که یک مورخ معروف آلمانی است، میگه بهتر هست سوال کنیم که چرا امپراتوری روم با اینکه دهه‌ها و مدت‌ها با بحران‌های شکننده و کشنده مواجه بود، چرا انقدر پایید، چرا انقدر دیر فروپاشید؟ صرف اینکه یک نظامی با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنه به خودی خود برای فروپاشی اون کافی نیست. برای فروپاشی یک نظام ما به چیزهایی برای بحرانهایی که اون نظام باش مواجه هست نیازمندیم. در شرایط ایران ما بحران مشروعیت داریم، بحران کارآمدی داریم از جانب حکومت، و بعد از جانب جامعه هم دو تا بحران بسیار بسیار مهم داریم. یکی بحران اقتدار هست و یکی بحران اعتماد. یعنی این بحران اعتماد و بحران اقتدار برای حوزه سیاست هست و سراسر قلمرو عمومی رو در بر میگیره و این باعث میشه که جامعه انسجام کافی و لازم رو نداشته باشه. جامعه زمینه‌های مشترکی که بر اساسش بتونه عمل مشترک بکنه نداره.
و اتفاقی که مثل همین طوفان توییتری دیروز، اینها اتفاقهای تک افتاده هستن، اتفاقهای تصادفی هستن، بدون برنامه ریزی هستن، بدون دنباله هستن و نمیتونیم بر اساس اینها یک عمل مشترک منسجم دنبالداری رو انتظار داشته باشیم، اون هم در عرصه واقعیت، به خاطر اینکه الان همه چیز در فضای مجازی میتونه توهم آور باشه. فضای مجازی خودش یک واقعیت هست، ولی یک واقعیت خاص هست، یک واقعیت بسیار متفاوت هست از واقعیت واقعی و میتونه توهم آفرین باشه. بنابراین جمهوری اسلامی بله با مشکلات بسیار زیادی مواجه هست. مشکلاتش برخیش مثل همونطور که خانم محمدی گفتن مشکلات جهانی است، مثل مشکل کرونا یا برخی از جنبه‌های مشکلات اقتصادی که ما داریم. خب آلمانی‌ها هم دارن، آمریکایی‌ها هم دارن، بریتانیایی هم دارن، ولی مشکلات خاصی داره جمهوری اسلامی که ویژه اون هست، مثل مشکل ساختاری اقتصاد، مشکل این که جمهوری اسلامی هنوز تصمیم نگرفته که یک دولت ملی باشه یا یک امپراتوری توتالیتر باشه و یک حکومت پن اسلامی است و دنبال این باشه که رهبری جهان اسلام رو به عهده بگیره. هنوز بین این دو هویت سرگردان هست، یعنی بین هویت یک حکومت تثبیت شده و یک حکومت انقلابی. اما در فقدان مسائل دیگه و در فقدان چیزهای دیگه، همونطور که گفتم، بحران اعتماد و بحران اقتدار، من تصور نمی‌کنم که جمهوری اسلامی با سرنگونی قریب الوقوعی مواجه باشه. البته این به این مفهوم نیست که در درون نظام تغییر و تحولات جدی ممکن نیست به وجود بیاد. مخصوصاً در گذشت آقای خامنه ای میتونه جمهوری اسلامی رو وارد یک مرحله کاملا جدیدی بکنه و به نظر من میتونه روند میلیتاریزه شدن و نظامی شدن جمهوری اسلامی رو آقای شعله سعدی، در با توجه به بحران اقتدار و بحران اعتمادی که در جامعه وجود داره، شما بر اساس چه المان‌هایی احساس می‌کنید که امکان حضور 30 میلیونی در خیابان‌ها وجود داره؟ اولا این حرفی که من نزدم که آقای روحانی زده و المان‌های زیادی البته هست. این حرف البته روحانی یا سخنگوی دولت تکذیب کرده، اما یه واقعیت هست علی‌رغم تکذیبش. ببین حافظ میگه که ساقی به جام عدل بده باده تا گدا، تا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کنه. در واقع حالا اگه بریم رو تئوری های جامعه شناختی که طبقه متوسط شهری رو مؤثر میدونن و در ایران در واقع طبقه متوسط شهری تبدیل شده به گدا و در واقع اون قشر آسیب پذیر، شاید به خاطر این فقدان طبقه متوسط نتیجه گیری باشه که جنبشی را رخ نمیده. اما حتی در صحبت‌های خانم محمدی اصلا تناقض بود. از یه طرف میگه هیچ اتفاق نمیفته، از طرف دیگه میگه بله این اشتباه ناپذیره و احتمالاً مثلا همون اتفاقایی که در دی ماه و آبان ماه و سال 88 و سال 78 و اینا هم 1378 هم ممکنه اتفاق بیفته. و یکی از دلایلی که میگن این اتفاق نمیفته این است که یه همگرایی در حکومت است. آخه حکومت یه پارچه هستی که همگراییش که معنی نداره، که همین مجلس این چنینی هم میخواست این آقای روحانی رو ساقط کنه، که آقای خامنه ای که میدونه اگر این اتفاق بیفته دامنه بحران موجود کشور در یک حد غیر قابل کنترلی افزایش خواهد یافت، فعلا اجازه نداده که این اتفاق بیفته. اما بحثی که جناب آقای خلجی میکنند، این بحران اقتدار و اعتماد درسته، ولی اقتدار مال حکومته که گرفتار بحران شده، نه مردم. ببینید حکومت هایی که در حال گذار هستن از توتالیتاریسم به دموکراسی با چند بحران مواجه هستن که حالا یکی دو تاش رو جناب آقای خلجی گفتن، بحران مشروعیت و بحران ناکارآمدی. اتفاقا بحران ناکارآمدی سبب میشه که بحران اقتدار و استیلا برای حکومت به وجود بیاد. نمونه هاش هم ما داریم. چرا به وجود میاد؟ یه حکومت موقعی که ناکارآمد هست و نمیتونه وظایفش رو به عنوان حکومت انجام بده، در واقع اتوریتش هم از بین میره. مثل یه پدری که موقعی میتونه در خانوادهش اتوریته داشته باشه که وظایف پدریش هم انجام بده، حکومتی که ناتوان هست و گرفتار در واقع ناکارآمدی است،
اتوریتش هم از دست میره. الان ببینید یه دختر خانم که مثلا یه نخ موش پیدا بود چه برخوردی میکردن، یه ریش ماهواره رو که میدیدن چه برخوردی میکردن، الان از دست حکومت در واقع خارج شده. این عدم اقتدار در واقع متوجه حکومت هست نه مردم. اما بحث اعتماد درست هست که شما میگید، به خاطر این است که هنوز یک آلترناتیو و یک لیدرشیپ قابل قبول شکل نگرفته و اگر اون شکل بگیره دیگه کار حکومت ساخته خواهد بود. و اما راجع به مشکلاتی هم که گفتم کشورهای دیگه هم دارن، بله دارن، از امریکا داره تا آسیا تا همه جا، ولی اونا ورشکسته مالی و اقتصادی که نیستن. که امریکا مثلا در مرحله اول 2 تریلیون دلار برای این قضیه گذاشت، اروپا همینطور. خب تو ایران حکومت 8ش گره اون نوعش هست الان. بنابراین در ایران وضع متفاوت هست و آسیب پذیرتر هست حکومت. به همین دلیلی که میگه مردم بیان کارا رو از سر بگیرن ولو 2 میلیون آدم کشته میشه. حالا خانم محمدی پیشبینی میکنن که این اتفاق نمیفته، ما هم خوشحال میشیم اگر این اتفاق نیفته. به نظر میاد که همه مهمانان در این موضع که جمهوری اسلامی با بحران‌های متعدد روبرو هست اتفاق نظر دارند. خانم محمدی، با توجه به اینکه بحران‌ها همطور که آقای خلجی گفتن به تنهایی بعضی‌هاش می‌تونه یک حکومت رو از پا در بیاره، فکر می‌کنید که چه راهی پیش روی جمهوری اسلامی برای دوام؟ من یه خود متفاوت فهمیدم صحبت آقای خلجی رو از اینکه شما گفتین. ایشون میگن که به درستی که صرف وجود بحران‌ها موجب فروپاشی حکومت‌ها نمیشه، بلکه یک مجموعه شرایطی که هم به جامعه مربوطه و هم به حکومت‌ها از درون و بیرون موجب این مسئله میشه. بنابراین حکومت ایران هم به نظر من با همه بغرنجی‌ها و پیچیدگی‌هایی که داره در این مرحله و در این چشمانداز نزدیک یا میانه شامل همین گریز از بحران هست. یعنی اولا که خب یه اتفاقاتی میفته، وقتی بحران اقتصادی بزرگ اتفاق میفته معمولا حکومت‌ها به تعدیل و به سیاست‌های اقتصادی خاص رو می‌کنن، فشار روی طبقات پایین‌تر بیشتر میشه، ولی یک سیاست کلی همین بحران اقتصادی رو شدیدتر می‌کنه. ولی در مجموع اون چه که من اسمش رو می‌ذارم همون همسرنوشتی جهانی و اون که مردم ایران، وقتی که من این رو هم اینجا اضافه کنم که اشاره کنم به صحبت تحلیلی که آقای شورسلی و اشارهی که به صحبت من داشتن، من نگفتم هیچی نمیشه و باز چیزی میشه، من گفتم 2 میلیون و 30 میلیون رو فراموش کنیم. این اتفاقات تو ایران نمیفته، ولی این به معنای این نیست که اتفاقاتی نظیر دیما 96 و آبان 98 نمیفته. این اتفاقات میفته، ولی معنای اینا تنش و تکانه های خیلی جدی در جامعه که منجر بشه به فروپاشی یا تغییر حکومت نمیشه. جمهوری اسلامی، شما چند بار اشاره کردید به اینکه اراده ای وجود داره برای حل این مشکلاتی که هست. من معتقدم که اراده ای وجود داره، حاصلش اون چی که شما در اخبار میبینین، این درگیری ها، دادگاه ها. مسئله اینه که آیا این اراده غالب میشه؟ این اراده میتونه دستهایی رو که همواره در پی تولید فساد و سوء استفاده و ایجاد فضای ایران هستن اینها رو عقب برونه؟ من به اراده‌ای که داره در جامعه به وجود میاد و توجه خاص و ویژه‌ای که جامعه میکنه به این مسئله و عقب نشینی هایی که حاکمیت میکنه، امیدوارم به اینکه بهبود نسبی در فضای اقتصادی ایران به وجود بیاد، نوعی تعادل که تحت اون طبقه متوسط و جامعه فرهنگی بتونه به مشکلات دموکراتیک خودش فکر کنه. به نظر من این فرصت وجود داره. اگر در ارتباط با پرسش شما باشه این صحبت من، از جان این فرصت برای حاکمیت هست و برای مردم هست. بستگی به این داره که چگونه میتونن، آیا میتونن از این فرصت استفاده بکنن یا خیر. آقای خلجی، شما فرصتی میبینید؟
اجازه بدید من نکته رو که قبلا گفتم راجع به بحران اعتماد و بحران اقتدار یه مقدار بیشتر توضیح بدم. بحران اقتدار منحصر به جمهوری اسلامی نیست. ببینید، مسئله تورم خودش یک مسئله مهم نیست. مسئله تورم از اوایل قرن بیستم به یک مسئله سیاسی بدل شد، یعنی به ویژه در جمهوری وایمار وقتی که پول ارزشش رو هر روز از دست میداد، یعنی مردم هر روز صبح از خواب بیدار میشدن و میدیدن که پولشون کمتر از دیروز ارزش داره و توانایی خریدشون کاهش پیدا کرده و نمیدونستن آیا فردا این پولی که در دستشون دارن، این مثلا 10 تومن، آیا این 10 تومن خواهد موند، ارزشش 10 تومن خواهد بود یا نه. این پول ارزش کاهش و ریزش ارزش پول بنیاد کاهش و ریزش همه ارزش هاست. تمام ارزش هیچ ارزشی به اندازه ارزش پول عینی و ملموس نیست. ببینید روی اسکناس های دلار هم می نویسن این God we trust، یعنی ما به خدا، یعنی به قول ما ایرانی ها توکل تو علی الله، توکل، اعتماد و خدا، دو عنصر مهم به پول ربط داره و در جامعه‌ای که ارزش پول مدام در حال ریزش هست، ارزش‌های معنوی، ارزش‌های نمادین، ارزش‌های مقدس، ارزش‌های فرهنگی، ارزش‌های سیاسی، اونها هم در حال ریزش و سقوط هستند. ما الان در جامعه اگر نگاه بکنید، گروه‌های مرجعی که قبلاً میتونستن نقش رهبری جامعه رو داشته باشند، در طوفان‌های اجتماعی میتونستند نقش کشتیبان رو به دست بگیرند و جامعه رو از تلاطم‌های غیر قابل پیش‌بینی نجات بدن، اونها دیگه جایگاه سابق خودشون رو ندارن. ما دیگه گروه مرجعی به نام روشنفکران نداریم، گروه مرجعی به نام روحانیان نداریم، گروه مرجعی به نام بازار به مفهومی که در دوران انقلاب وجود داشت و حتی در دهه اول جمهوری اسلامی وجود داشت دیگه نداریم. ما یک طبقه تکنوکرات نداریم. تمامی اینها از بین رفته. این به این مفهوم هست که اقتدار به مفهوم کلیش، نه فقط اقتدار حکومت، بلکه اقتدار به طور مطلق ساقط شده و ارزش و اعتبارش از بین رفته. این یک بحران جدی است. در چنین شرایطی، همونطوری که مثال جمهوری وایمار رو زدم، معمولا جنبش های پوپولیستی موفق هستند، جنبش های میلیتاریستی موفق هستند، جنبش های فاشیستی موفق هستند و در از درون اینها حتی با گردش و چرخش حکومت ها هیچ گونه دموکراسی و لیبرالیزم یا تکثرگرایی بیرون نیامده. جمهوری اسلامی به این صورتی که الان هست نمیتونه ادامه پیدا بکنه، هیچ شکی در این نیست. اما جمهوری اسلامی هم درها رو به روی انقلاب بسته و هم به روی اصلاحات، یعنی نه در جمهوری اسلامی اصلاحاتی اتفاق خواهد افتاد و نه جمهوری اسلامی با انقلاب از میان خواهد رفت، بلکه اتفاقی که خواهد افتاد یک سری تغییر و تحولاتی است از درون، همون گونه که ما در مورد سقوط اتحاد جماهیر شوروی دیدیم. ممکن هست که طبقه حاکمه در درونش یک آرایش جدیدی پیدا بکنه و در نهایت اونهایی که قدرت واقعی رو در دست دارن. چه کسانی قدرت واقعی رو در دست دارن؟ کسانی که در یک دست اسلحه دارن و در دست دیگه کلید زندان دارن و با چشمهاشون رسانه ها رو کنترل میکنن. در حقیقت اون کسانی که مسلط هستن بر رسانه و بر تسلیحات و بر قوه قضاییه، اونها همچنان گرداننده اصلی قدرت در جامعه باقی خواهند موند. ممکنه شکل‌های حکومت تغییر بکنه. به همین دلیل هست که من در گذشت آیت الله خامنه ای رو گفتم که میتونه نقطه عطف بسیار مهمی باشه، چون ما در آینده بسیار بعید به نظر میرسه که با درگذشت آقای خامنه ای یک جانشینی به اقتدار آقای خامنه ای داشته باشیم و کسی که بتونه در جایگاه ولی فقیه همون نقشی رو بازی بکنه که امروز آقای خامنه ای بازی میکنه. بنابراین شما هیچ سناریوی ممکنی نمیبینین آقای خلجی که در شکل حکومت معتقد به دموکراسی جانشین جمهوری اسلامی بشه؟ نه، من نمیبینم، من خیلی بعید میبینم. من اون احتمالی، اون سناریوی رو که محتمل تر از باقی سناریوها میبینم این هست که با درگذشت آقای خامنه ای ما از رهبری شخصی به یک رهبری مشارکتی، یعنی با مشارکت نیروهای نظامی، امنیتی و قضایی گذر کنیم و در حقیقت یک جامعه باشه که
بسیار بسیار دور از ارزش‌های دموکراتیک و جامعه بیشتر تحت تسلط یک حکومت میلیتاریستی، منتها برعکس اون چیزی که الان می‌بینیم که الان یک آقای خامنه‌ای هست در رأس حکومت، اون موقع ما یک رهبری خواهیم داشت که فردی نخواهد بود، بلکه رهبری سازمان‌ها و نیروهای هست که بدون چهره هستند اما قدرت اصلی رو دارن و کنترل اصلی رو بر به اصطلاح توان نظامی کشور، سیستم امنیتی کشور و همینطور سیستم رسانه‌ای کشور. آقای شعله‌زاده، تصویری که آقای خلجی ارائه میدن از آینده حتی پس از مرگ آیت الله خامنه‌ای تصویر تاریکیه برای آینده ایران. بله، این تصویر رو من قبول ندارم. با علارغم ارادتی که با آقای خلجی دارم، ما این تفسیرشون و پیشبینیشون رو نمیتونم بپذیرم. بعد اصلاحات راهش بسته، هم شخص آقای خامنه ای به خاطر عدم انعطافش نذاشت، هم ساختار قدرت اجازه نمیده. در قانون اساسی اصل 177 نشون میده که امکان عملی اصلاحات نیست و ضمناً اگر حتی بشه اصلاحات کرد در جمهوری اسلامی، الان خود اصلاحات موجب فروپاشی میشه، به خاطر اینکه به صورت ساختمانی بالا رفته که اگر یک سنگ یک آجرش رو بکشن بقیهش فرو میریزه، لذا امکان اصلاحات نیست. حالا سوال دوم این است که امکان تحمل وضع موجود هست؟ این وضعی که روز به روز داره بدتر میشه و مشکل کشورهای دیگه هم هست که خیلی از کشورها هنوز نظام های غیر دموکراتیک دارن، نظام های دیکتاتوری دارن، ولی فقط دیکتاتورن، خنگ که نیستن، میتونن منافع ملیشون رو تأمین کنن، میتونن در این عرصه دوران گلوبالیزیشن و جهانی شدن منافعشون رو تأمین کنن، نه که کشورشون بره تحت تحریم های شکن کمر شکن و این همه مشکلات رو به نحوی که حتی میخواد مثلا یک حد اقلی شهرونداش رو تأمین کنه، نمیتونه، مجبور میشه که قیمت بنزین رو یه مرتبه 300% بکنه که خود اون معلومه که یعنی انفجار. به دلیل این وضعیت سوال این است که آیا خب تا کی مردم میتونن تحمل بکنن این رو؟ قطعا موقعی که راه اصلاح بسته میشه، راه انقلاب باز میشه. اما یه نکته هست، انقلاب دیگه معنی و تعریف سابق رو نداره. در تعریف انقلاب تحول اساسی رو افتاده. سابقا به لحاظ تعریف کلاسیک، انقلاب عبارت بود از یک تغییر بنیادی فوری توأم با خونریزی توسط کسانی خارج از حکومت. چون حکومت انجام میداد اسمش اصلاحات بود، اون وقت تدریجی بود، فوری نبود، همراه با خونریزی نبود. در حال این تعریف الان حداقل از 1974 به این طرف که فاز سوم و در واقع موج سوم دموکراسی خواهی در دنیا شکل گرفته، این تعریف دیگه دموده شده. الان شما دیگه انقلاب‌های دموکراتیک دارید، انقلاب مخملی دارید، انقلاب‌های رنگین دارید. حتی انقلاب 57 ایران از نوع انقلاب مخملی هست، به لحاظ حداقل به لحاظ تعداد تلفات. اون چیزی که در قانون اساسی نوشته گفته 60,000 شهید و نمیدونم 100,000 زخمی، این یک دروغ بزرگ هست. طبق آماری که بنیاد شهید برای ما فرستاد و من هنوز دارم یه نسخش رو، کل تلفات از سال 1142 تا 57، حتی شامل سینما رکس آبادان هم میشه، شامل اعدامی ها میشه، شامل اونایی که در درگیری های مسلحان کشته شدن میشه، کلش 2492 نفر کلش مال 15 سال. بنابراین انقلاب میشه، منتها نه از انقلابی، از نوع انقلابی کبیر فرانسه. و ما داریم مثلا در قرقیزستان، حتی مثلا کماکان شما معتقدید که امکان انقلاب در ایران امروز وجود داره. خانم محمدی، شنیدید صحبت ها رو؟ آقای خلجی معتقدند که جمهوری اسلامی امکان انقلاب رو بسته، امکان اصلاحات رو بسته. آقای شعله‌زاده ممکنن که به هر حال تحمل وضع موجود هم غیر ممکنه. شما یا مفری میبینید؟ بله، منم معتقدم که همطور که آقای خلجی گفتن، تحمل وضع موجود غیر ممکنه و این همیشه در طی 41 سالی که از این انقلاب گذشته و همواره این آینده سیاه و تموم شد اقتدار و همه این حرفا رو آقای شعله‌زاده گفته، این مسئله، این اصل
جریان داشته که شرایط باید تغییر کنه. اگر امروز آقای شهرسعدی میتونن آزادانه در تهران بگن که خامنه ای رو محکوم کنن و بگن اینا به درستی صحبت هاشون و نقد هاشون رو بکنن، و اگر اتفاقاتی که در امروز در ایران میفته، در عرصه هنر، سینما، در عرصه موسیقی، در عرصه اجتماعی، آزادی های فردی، اینها معناش دقیقاً عقب نشینی حاکمیت تحت مبارزات همیشگی آروم، نه اتفاقات دیماه، نه اتفاقات آبان، مبارزه مداوم و دائمی که میگه من این شرایط رو نمیخوام و وادار به عقب نشینی میکنه حاکمیت رو. اصلاحات رو هیچ حکومتی که میخواد پا بر جا باشه مثل جمهوری اسلامی 41 ساله که نمیتونه که با مقاومت اون اصلاحات متوقف نمیشه. همه عقب نشینی هایی که حکومت میکنه معناش اصلاحات اجتماعیه، اصلاحات فرهنگیه، اصلاحات مناسباته. که اصلاح طلبا هم نمیخوان که حکومت، شخص آقای خامنه‌ای یا هیئت دولت اونا اصلاح بشن. اصلاح مناسباتی که در یک جامعه هست، مناسبات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی که مطالبات مردم رو بالا میبره آگاهانه، حکومت‌ها رو وادار به عقب نشینی میکنه. خانم محمدی مثال میزنین از عقب نشینی حکومت؟ بله، در عقب نشینی حکومت اول خدمتتون عرض کردم، اینکه شما تصور اینکه 20 سال پیش میشد که با شما با تهران صحبت کنید و افراد بیان و اون چوری که میخوان نقد کنن، انتقاد کنن، یا روزنامه‌هایی که شما میبینید در ایران منتشر میشه، شما میدونید که یک روزنامه سلام در ایران بود که وقتی اون تعطیل شد، شما بیش از من به این مسائل مدیا مطبوعاتی ایران آشنا هستید، وقتی اون تعطیل شد اون مسئله پیش اومد. امروز در ایران اصلا نمیشه اختناق قرار کرد. اختناق یعنی جامعه امروز ایران رو جامعه تحت اختناق نمیدونید؟ نه، تحت اختناق نمیدونم، نه اینکه دیگه که هستن نیست اراده هایی که میخواد اختناق برگزار کنه، ولی مردم این راه رو بستن. این حکومت بچه های 14 ساله رو بارها گفتم خدمتتون به حکم دادگاه اعدام کرد، حکم نوشت اعدام کرد. امروز ببینید در مورد کسانی که معتقده سرقت کردن، حمله کردن، مسلح بودن، وقتی سه تا حکم اعدام صادر میکنه ببینید واکنش جامعه چیه. این جامعه اون جامعه نیست، حکومت رو وادار به عقب نشینی کرده تحت مبارزاتی که خواهان اصلاحات بوده نه سرنگونی، چون اون مبارزه‌ای که خواهان سرنگونیه همیشه حکومت‌های دیکتاتوری اسباب سرکوب اون رو دارن خیلی راحت. بنابراین و انقلاب یعنی معتقدید کسانی که خواهان مخالف اعدامه معترضان بودن خواهان اصلاحاتن نه براندازی؟ من این خاص اینو نمیگم، بله اینا نمیان تو خیابون، اینا هم همینطور نمیان تو خیابون شلوغ کنن، ولی نشون میدن که این خواست قوی در جامعه، این مطالبه وجود داره و همه اون چه که تا به حال کردن در مورد مطبوعات، در مورد حجاب، در مورد موسیقی، در مورد سینما، همه این تغییراتی که بوده مطالبات آگاهانه مردم و خواست اصلاح بوده. مهم اصلاح طلب ها شکست بخورن در یه حکومتی برن کنار، اما خواست اصلاح در جامعه امروز هر روز رو به تزایده و هیچ حکومتی هر چقدر دیکتاتور، هر چقدر مایل به برگزاری اختناق، نمیتونه این خواست ها رو نادیده بگیره و حکومت ایران هم نتوانسته. مسئله خواستن و نخواستن نیست، این جامعه نشون داده که زنده است و دنبال خواسته های خودش. پس مخالف تحلیل آقای خلجی هستید که جمهوری اسلامی راه اصلاح رو نتونسته ببنده، شاید میخواسته ببنده ولی نتونسته ببنده. آقای خلجی بسته نشده راه اصلاحات؟ و اشاره درستی اگه اجازه بدین آقای خلجی میکنه به مسئله این که ممکنه یه اتفاق مهم بیفته، یعنی به نظر من میتونه اتفاق مهم بیفته. در گذشته آقای خامنه‌ای نمیتونه فقط بعد سیاهی رو محتمل کنه. اگر مسئله حکومت شورایی مطرح میشه، مسئله اینکه چاره اندیشی و اراده‌ای پیدا بشه برای تخفیف بحران‌های اجتماعی و سیاسی اقتصادی هم وجود داره. آقای خلجی شنیدید، میخواین از اون جنبه کش فرمودین که جمهوری اسلامی راه اصلاح رو بسته، ولی خانم محمدی معتقدن که دست کم موفق نبوده.
دو تا نکته است. همیشه بین کسانی که تحلیل میکنن و کسی که فعال سیاسی هست یک تفاوت مهم این هست که معمولا فعالان سیاسی معطوف به عمل فکر میکنن و به خاطر همین خیلی خوشبینن و حتی چندان به فکت ها یا به تحلیل ساختارهای موجود سیاسی اعتنایی نمی کنن. اما تحلیلگر خب کم نگاهش به تحلیل وضعیت سیاسی و شناخت ساختار سیاسی و ساختارهای اجتماعی هست و طبیعتاً ممکنه اون خوشبینی یا اون آرزو اندیشی رو که بسیاری از فعالان سیاسی دارن نداشته باشه. این یک نکته است. نکته دوم این هست که وقتی که ما از استبداد صحبت می کنیم طبیعتاً منظورمون نیست که استبدادی که الان در جمهوری اسلامی هست شبیه استبداد زمان پهلوی هست یا شبیه استبداد زمان قاجار هست یا اینکه شبیه اختناقی هست که در اتحاد جماهیر شوروی بود یا در نازیسم آلمان وجود داشت. ما حکومت‌ها وقتی از حکومت‌های غیر دموکراتیک صحبت می‌کنیم اینها انواع و اقسام دارن. هر نوع اینها یک نوع کارکرد خاصی دارند و یک نوع سرانجام خاصی دارند. ما در خاورمیانه حکومت‌های پادشاهی داریم که اینها هم استبدادی‌اند، اما اینها ساختار سیاسیشون متفاوت با جمهوری اسلامی هست. یا حتی در ترکیه یا در افغانستان یا در پاکستان اینها نظام‌های سیاسی هستند که ممکنه که دموکراتیک نباشد، در دموکراتیک نبودن با هم مشترک باشن، اما به این مفهوم نیست که در ساختار سیاسی شبیه همان. جمهوری اسلامی یکی از اعضای خانواده اون نظام‌های سیاسی است که نسل جدید توتالیتاریسم محسوب میشن، یعنی نظام‌هایی که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به وجود آمدن و حتی الان بخش عمده ای از اونها که با همین انقلاب‌های مخملی که آقای شل سعدی اشاره کردن نظام‌هاشون به ظاهر تغییر کرده، اما صدها کتاب و رساله و مقاله و تحلیل نوشته شده که در این نظام‌ها توتالیتاریسم به شکل جدیدی باز تولید شده و همچنان بسیاری از اشکال به اصطلاح وجوه اصلی توتالیتاریسم و نظام‌های تمامیت‌خواه در اونها دیده میشه. ببینید مسئله این هست که بله هیچ نظام توتالیتاری موفق نمیشه که جامعه رو بکشه. جوامع همه زندن، هیچ جامعه ای نمیمیره، هیچ جامعه ای از تلاش برای آزادی، از تلاش برای استقلال، از تلاش برای اثبات فردیت خودش دست بر نمیداره. این منحصر به جامعه ایران نیست، در شوروی هم همین اتفاق افتاد، در آلمان هم همین اتفاق افتاد، در هیچ کجا، در اسپانیای فرانکو هم همین اتفاق افتاد. تلاش برای آزادی در جوامع هرگز نمی میره، این تکاپوی ناتمام هست. اما این به این مفهوم نیست که نظام‌های سیاسی یک برنامه‌های برای تسلط کامل بر جامعه ندارن و این برنامه رو به اشکال جدیدی پیش نمی برن. مثلا من برای شما مثال میزنم، در 50 سال پیش اگر قرار بود که یک حکومتی از شهروندانش جاسوسی بکنه خب باید به شکل‌های بسیار ابتدایی این کار رو انجام میداد. الان با انقلاب دیجیتال، با اینترنت، با جهان جدیدی که دنیای مجازی پیش ما گسترده، ما با اشکال جدیدی از کنترل و نظارت و مراقبت و مجازات مواجه هستیم. اون چیزی که حتی شاید میشل فوکو وقتی کتاب تنبیه و مجازات رو مینوشت حتی تصورش رو هم نمیتونست بکنه، چون هنوز انقلاب دیجیتال به شکلی که امروز ما میبینیم اصلا برای فوکو قابل تصور نبود. الان حکومت ها میتونن به شکل کاملا نامرئی در زندگی خصوصی افراد و شهروندان مداخله کنن، کنترل کنن، مانیپولیت کنن، مردم رو هدایت بکنن، افکار عمومی رو تغییر بدن. اون چیزی که ما در جمهوری اسلامی داریم این هست که یک نظام توتالیتر هست، یکی از به اصطلاح اعضای خانواده نسل جدید توتالیتاریسم هست که البته با شوروی فرق میکنه، البته با نازیسم آلمان فرق میکنه، البته جامعه در برابرش مقاومت میکنه، اما مسئله این هست که در فقدان یک عناصر مهمی مثل همون چیزی که گفتم، اقتدارهایی که از بین رفتن، اعتمادهایی که از بین رفتن، امکان سازماندهی اجتماعی وجود نداره. الان شما نگاه کنید حتی 10 سال پیش، 20 سال پیش
سلبریتی ها، ورزشکارا، هنرمندا، سینماگرا میتونستن به مردم بگن که بیاین در انتخابات شرکت کنین. الان انقدر این اقتدار سلبریتی ها از بین رفته، انقدر تفرق و تشتت در میانشون به وجود اومده که اونها هم دیگه جایگاه گروه مرجع رو کاملا از دست دادن. ما با یک وضعیتی مواجه هستیم که اون چه که سازمان داره، اون چه که قدرت داره، در حقیقت دست نظام توتالیتر هست. و از این طرف جامعه، جامعه مدنی به شدت بی پناه، جامعه مدنی بی دفاع، جامعه مدنی شکننده است، جامعه مدنی از هم گسیخته است. در این حال اشتیاق برای آزادی هم در جامعه وجود داره و مقاومت ها وجود داره، اما به صورت پراکنده. و من تصور نمی کنم این هیولای عظیمی که در جمهوری اسلامی داره تبدیل میشه به یک هیولای هزار سر، یعنی میلیتاریزم، یک توتالیتاریزم میلیتاریستی، یک نظام تمامیت های نظامی، به این زودی ضعیف بشه، به این زودی دست و پاش چیده بشه، دامنش برچیده بشه و به این زودی قدرت خودش رو از دست بده و جامعه مدنی بتونه برش غلبه پیدا بکنه. بله آقای خلجی، پس با این حساب شما معتقدید که دست کم در میان مدت وضع موجود کماکان ادامه پیدا خواهد کرد؟ بدتر خواهد شد. بسیار عالی. آقای شعله سعدی، برای اینکه بتونیم در میان مدت فرضاً تا یک سال آینده رو نگاه بکنیم، شما فکر میکنید که وضع موجود نه تنها ادامه پیدا میکنه بلکه بدتر میشه؟ ببینید، اولا اینکه گفتن که ممکنه حکومت آینده در فرم شورایی و تکثرگرا باشه و بیفته دست نظامی ها و اطلاعاتی ها و اینا، هم الان هم دست همون نظامی ها و اطلاعاتی ها هست، دست کسی دیگه که نیست که. و در واقع خب منظور آقای خلجی هم همینه دیگه، میگن ادامه وضع موجوده، فقط شاید ظاهرش تغییر بکنه. البته اون تصویری که آقای خلجی ارائه میده کاملا ناامید کننده هست، احتمالا به خاطر دوری ایشون هست از محیط. من که توی محیط هستم و حضور میدانی دارم، ارزیابی من خیلی متفاوت هست. و جالب هست که مثلا خانم محمدی یک تصویری از ایران ارائه میده که گویی الان بهشت برین هست، که مثلا من میتونم چهار کلمه حرف بزنم. آقا اون 14 نفری هم که با خامنه‌ای گفتن آقا برو کنار، مثلا زندان هستن که. اون 3 نفری که در حال اعدام تشکیل صادر شده که حالا به زعم جناب عالی مثلا یا آتش زدن و اینا، من نمیدونم اطلاعات شما از کجاست. کاش شما تمرکز میکردید روی 3 نفری که به عنوان سران سه قوه تصمیم غیرقانونی گرفتن و قیمت بنزین رو 3 برابر کردن، و در حالی که طبق قانون اساسی ما نهادی اصلا نداریم که شامل 3 تا سران قوه باشه که اونا بتونن همچی تصمیماتی بگیرن. به هر حال بازتولید توتالیتاریسم، البته اینجوری که آقای خلجی گفتن حتما امکان هست، منتها اگر که مثلا یک آلترناتیو آزادی خواه و لیبرال و دموکرات باشه و حتی اگر به صورت فردی باشه، نه جمعی، مثل آقای نلسون ماندلا، مثل آقای گاندی، مثل آقای لخوالسا، آیا اون یه نظام دیکتاتوری مجدد شکل میگیره و بازگشت به توتالیتاریسم خواهد بود؟ ما یه بدشانسی تاریخی آوردیم که رهبر انقلابمون یه آدم آزادی خواه نبوده مثل آقای نلسون ماندلا، کسی بوده که پیرو شیخ فضل الله نوری بوده، و شیخ فضل الله نوری کسی بوده که میگفته هر کس طرفدار مردم سالاری باشه اون مرتد باید بکشنه. بله. در حالی که الان شرایط کشور با این دوران دیجیتال به کلی فرق داره. این ولی آقای شعله سعدی، کیه اون فردی که میتونه لخوالسای ایران باشه؟ اون عرض کنم که داره شکل میگیره در فرایند مبارزات، اون کسانی که هم قابلیت دارن هم اعتبار دارن در واقع مطرح میشن و مردم به اونها رو میارن. بسیار عالی. آقای خلجی میخواستن پاسختون رو بدن، منتها صداشون نمیومد. آقای خلجی پاسختون رو بدین، بعد صحبت های خانم محمدی رو بشنوید. یه نکته فرعی رو میخواستم بگم، همین که من و خانم محمدی خارج از ایران هستیم و دو تا دیدگاه متفاوت داریم و شما در ایران هستید و شکل دیگری فکر میکنید، این به این مفهوم هست که در ایران بودن یا خارج از ایران بودن لزوماً به مفهوم
درک واقع بینانه تر از ایران نیست. برای اینکه یک کسی دریاشناس باشه لازم نیست که ماهی باشه و در دریا شنا بکنه، حتما میتونه جز آبزیان هم نباشه و از بیرون نگاه بکنه و دریاشناس باشه. یک اشکالی که هست در این گفتگوهایی که ما با دوستانمون در داخل کشور داریم اینه که متهم کنن به اینکه شما چون در خارج از کشور هستید یا ما چون در داخل ایران هستیم بهتر واقعیت رو میبینیم. واقعیت اینه که هر کدوم از ما از یک زاویه‌ای داریم به واقعیت نگاه میکنیم. یعنی من و آقای شعله سعدی حتی اگر در ایران هم بودیم با هم اختلاف نظر داشتیم و از دو زاویه متفاوت نگاه میکردیم. اگر ایشون هم در خارج بودن، در خارج از ایران هم نظرها بسیار متفاوت هست. همون تنوعی رو که شما در نگرش ایرانی ها در داخل ایران میبینیم، همون تنوع رو شما در نگرش ایرانی خارج از کشور هم میدونیم. اینطور نیست که خارج بودن لزوماً و اتوماتیک به یک نوع نگاه بیاریم. متوجه نکته شما. خانم محمدی یه اجازه بدید من این الان میشه پاسخ بدم. خیلی کوتاه که برسیم به خانم محمدی. فقط کنشگر سیاسی نیستم، من سیاست شناس هم هستم. میدونی که من یه رو بقیر در دوره دکترای علوم سیاسی در مهمترین دانشگاه این کشور تدریس کردم. لذا من فقط کنشگر نیستم، من تحلیلگر هم هستم و تحلیل من نتیجه حضور میدانی و دیدن فکت های بسیار بسیار زیادی است که دارم این رو عرض می کنم. لذا این رو به حساب فقط یک کنشگر سیاسی نذارید، به حساب یک تحلیلگر سیاسی هم لطفاً بگذارید. بسیار خب. خانم محمدی، شما آینده میان مدت رو چه می بینید؟ ادامه وضع موجود؟ من به نوعی ادامه وضع موجود میبینم، اما منهای یک مسئلهی که فکر میکنم اگر اتفاق بیفته در گذشته آقای خامنه‌ای شرایط رو ویژه میکنه قطعا، و این شرایط ویژه میتونه به صلاح سرنوشت بهتر یا بدتری رو رقم بزنه در کوتاه مدت. در دراز مدت من خوشبینم، همونطوری که آقای خلجی گفتن، من فکر نمی کنم ایران عقب رفته. اگر ایران عقبتر نرفته، اگر ما اون دادگاه ها رو از دست دادیم، اگر فضای فرهنگی و اجتماعی باز شده، همش به خاطر یک مبارزه که تداوم داری مرز قطع نمیشه، همونطور که همه دوستان معتقدن. اگر اتفاق خاص و به صلاح رادیکالی بخواد در فضای ایران بیفته، تحت تاثیر مرگ آقای خمینی ببخشید خامنه‌ای میفته، اون هم به شرطی که قبلا خیلی فکرها نشده باشه. چون من فکر میکنم که در حال حاضر بسیار بر سر این موضوع داره گفتگو و مشورت و برنامه ریزی میشه. اگر اینها برنامه خیلی جدی و محکمی داشته باشن برای امر جایگزینی، امر جانشینی آقای خامنه‌ای، خب قطعا نمیذارن که تکون بخوره مسائل کلی، و همینطور تغییرات در ایران کمی خواهد بود. در مورد انقلاب ها هم یه اشاره چند بار به انقلاب مخملی شد، یه نکته رو آقای خلجی گفتن، من میخوام اونو برجسته کنم. نداریم انقلاب مخملی، نداریم انقلاب رنگی، هیچ کدوم به دموکراسی منتهی نشده. و در مورد خود ایران هم آقای شعله سعدی خیلی راحت صحبت از 2 میلیون کشته میکنن دیگه، میگن آقای روحانی اینطوری گفت، ولی من فکر میکنم هم 2 میلیون کشته میشن، هم 30 میلیون به خیابون میان، بعد هم میگن ممکنه که انقلاب نمیدونم مخملی و همه اون انقلاباتی هم که مخملی و رنگی بود، همونطوری گفتن آقای خلجی، نوع تازه ای از، حالا من توتالیتر رو در همه مراتب به کار نمیگیرم، ولی نوع تازه ای از استبداد و دیکتاتوری و اون چه که در هر حال نه دموکراسی رو به اون کشورها حاکم کرد. آقای شعله سعدی. بله، اولا دوستان من توجهتون جلب میکنم که تحولات ایران زمان نمیشناسه. انقلاب 57 با انتشار یه مقاله علیه خمینی شکل گرفت و به یک نظام 2500 ساله پایان داد. در جنبش دانشجویی 1378 اتفاق مهمی نیفتاد. روزنامه آقای خمینی ها بسته شد. آقای خمینی های آزادی خواه هم نبود که. در 88 کسی فراخوان نداد بود که مردم بیان تو خیابون، خود جوش اومدن. دستاوردش چه بود آقای شعله سعدی؟ مثال هایی که میزنید دستاورد عملیش چه بود؟ یک اعتراضی بود چند ماهی خیابان در خیابان ها حضور معترضان رو شاهد بودیم، سرکوب شد دیگه.
بله، به خاطر فقدان لیدرشپ بوده. اگر که یک رهبری داشت سرکوب نمیشد و به نتیجه هم میرسید، چون خودجوش بود. و گفتم که مهمترین خدایی که اصلا مهمترین نقصی که الان وجود داره فقدان همون رهبری یا مدیریت و هماهنگ کنندگی هست. و اما اینکه چرا مثلا این انقلاب های مخملی به نتیجه نرسیده، آیا در تونس که با اون اذیت کردن یک دستفروش آقای بوعزیز و یک وکیل دادگستری یا شیرزن این پرچم رو بالا زد، بالا گرفت و بهار عرب از اونجا کلید خورد، آیا در تونس دموکراسی برقرار نشده؟ اون چه حرفی میزنید؟ بله، اجازه بدید خان محمدی میخوان پاسختون بدن. باشه، میتواند برای اینکه بازگشت به دیکتاتوری نباشه برنامه ریزی کنه. یه لحظه اجازه بدید پاسخ خان محمدی رو بشنویم. رهبران اپوزیسیون باید برای سه مرحله برنامه داشته باشن: یک، دوران گذار، دو، استقرار نظام جدید، سه، تحکیم نظام جدید دموکراتیک که بازگشت به دیکتاتوری پیدا نکنه. آقای شادی، قبل از دوران گذار دوران براندازی نباید باشه؟ خب تو گذار براندازی اتفاق میفته مثلا. گذار یعنی عبور کردن از نظام موجود. بسیار عالی. خانم محمدی، نکته رو میخواستید اشاره کنید؟ در مورد تونس و مسئله بهار عربی میخواستم بگم که اونچه که در تحت تاثیر بهار عربی اتفاق افتاد یک تجربه دموکراتیک نبود. در تونس مطالبات و اون اعتراض دستفروش و اون جریانی که برخاست به خاطر مطالبات اقتصادی بود و فقر روزافزونی که در جامعه بود. الان جای ندارم که آمار و ارقام بخوام نشون بدم، ولی تونس به لحاظ اقتصادی در شرایط بسیار بد تری داره به سر میبره. این نکته رو میخواستم. آقای خرجی، نکته پایانی. بله، خب همونطور که خانم محمدی گفتند تجربه بهار عربی نقض حرف آقای سل سعدی هست و باز تاکید میکنم که حکومت های غیر دموکراتیک یک شکل نیستند، ساختار واحدی ندارند، انقلاب ها، اعتراض ها، شورش ها به یک نتیجه نمی انجامه. مسئله مهم این هست، ما در جامعه اونچه که وظیفه جامعه مدنی هست در حقیقت ترمیم اعتماد عمومی هست. ما باید بار دیگه بتونیم اعتماد رو بازسازی بکنیم و در حقیقت ارزش‌های مشترکی رو برای جامعه تعریف بکنیم. در فقدان ارزش‌های مشترک، حالا این جمهوری اسلامی امروز هست فردا نیست، ولی اون چه که نجات دهنده است برای یک جامعه انسجام اجتماعی است، این هست که جامعه ارزش‌های مشترکی داشته باشه، بر اساسش بتونه اقدام مشترک بکنه و بتونه قلم در قلمرو عمومی حضور پیدا بکنه. ما اون چه که داریم اینه که چراغ‌های قلمرو عمومی رو خاموش کردن و توانایی روشن کردن این چراغ‌ها هم از دست بازیگران اجتماعی کاملا خارج شد. آقای شانزادی، نکته پایانی شما رو هم بشنویم. بله، من فکر میکنم اولا اگر ملت ما بازگشتی به هویت ملی و فرهنگی خودش داشته باشه همه مسائل رو حل خواهد کرد. ما در واقع ثروتمون فقط نیست که غارت شده، هویت ملی و فرهنگیمون هم انکار و غارت شده، نفی شده. و اگر که یک لیدرشپی بر سر وضع موجود به وجود بیاد که البته باید هم اعتبار داشته باشه هم قابلیت داشته باشه، به قول آقای خلجی بتونه اعتماد رو جلب بکنه، به نظرم کار جمهوری اسلامی بسیار بسیار خطرناک خواهد شد. و در واقع الان هم که در بحران‌های جدی است و از جمله بحران رهبری خود مسجد آقای خامنه ای الان یک بحران جدی است، برای که نسبت آقای خامنه ای به آقای خمینی الان نسبت به جانشینش بسیار بسیار بدتر است و نسبت بحران رهبری هم هست. به نظرم جامعه ما در حال پوست انداختن. متشکرم. متاسفانه فرصتمون تموم شده آقای شعله سعدی. متاسفانه فرصت تموم شده. ممنون از هر سه شما عزیزان: قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان از تهران، ملیحه محمدی، تحلیلگر فعال سیاسی، و مهدی خلجی، تحلیلگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. ممنون که با ما بودید و ممنون از شما که در این برنامه ما رو همراهی کردید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روزتون خوش.